عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز و محترم. دارم هر جسد خوب و خوش و سلامت بشید. فراد متقی هستم، خبرنگار مستقل و آزاد که با اخبار 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستم. دارم که این تلاش مورد پسند و رضایتتون قرار بگیرم. تو که اول برنامه رو صفحه همه چیز اینجا پاشیده شد، اگه تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید. ممنونم شما اگه ویدیو رو لایک بزنید و در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید. اما صدا و تصویرم داره مناسب باشه، بریم بدون هیچ گونه معطلی سراغ اخبار داغ 24 ساعت گذشته و از جمعه های اعتراضی سیستان بلوچستان دوباره شروع بکنیم. تداوم دادخواهی برای کشته شدگان جمعه خونین زاهدان. شماره زیادی از شهروندان بلوچ در زاهدان هر هفته دارن جمعه ها میان بیرون و هر چیزی لازم باشه خطاب به علی خامنه ای، بسیج و سپاه و غیره شعار میدن. این هفته دوباره مسئله تکرار شده. نمازگزاران بلوچ بعد از نماز جمعه امروز با شعارهای بسیجی سپاهی داعش ما شمایی در خیابانهای زاهدان تظاهرات کردند. زاهدانی که متاسفانه هر هفته درگیری ها و دستگیری های زیادی هم داخلش داره اتفاق میفته، ولی خوشبختانه مردم بسیار شجاعتر از این هستن در اون قسمت از کشور که از این چیزها بترسن و سعی میکنن با حالا رعایت کردن نکات ایمنی حضور گسترده خودشون رو همیشه در اونجا داشته باشن. بله، استاندار داعشی نمیخوان. مترزم سردادن شعار مرگ بر خامنه ای، خامنه ای حیا کن مملکت و رها کن در اطراف مسجد مکی زاهدان تجمع کردند. و اما شهروندان زاهدان با سر دادن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، خواستار آزادی زندانیان سیاسی به ویژه معترضان بازداشت شده در جریان تظاهرات ضد حکومتی جاری شدند. شهروندان بلوچ با تظاهرات در اطراف مسجد مکی زاهدان شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر هم سر دادند. خاش هم روز جمعه صحنه اعتراضات ضد حکومتی بود. بر اساس گزارش‌های رسیده به العربیه فارسی، گروهی از مردم خاش به خیابان‌ها آمده و با حمل نوشته‌های مانند آزادی بیان جرم نیست و جمعه خونین خاش زاهدان خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. اما جمهوری اسلامی انقدر تحت فشار که حتی متحدینش هم پشت میکنن بهش. برزیل تحت فشار آمریکا از پهلوگیری ناوگان جنگی جمهوری اسلامی جلوگیری کرده. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتن که در آستانه سفر رئیس جمهوری برزیل به ایالات متحده، دولت این کشور تحت فشار آمریکا از پهلوگیری دو کشتی جنگی ایرانی در بندر ریو دو ژانیرو جلوگیری کرده. به گزارش رویترز، پنجشنبه 9 فوریه، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل که در حال برنامه‌ریزی برای سفر به واشنگتن برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است، این تصمیم را به رغم مخالفت طولانی مدت خود با تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پایبندی به سیاست بی‌طرفانه در قبال تهران اتخاذ کرده. به گفته کارشناسان، تصمیم برزیل در قبال ناوگان جنگی جمهوری اسلامی نشانگر تلاش‌های برزیلیا یا برزیل برای ترمیم روابط خود با واشنگتن بعد از تیره شدن روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری سیاستمدار راست افراطی یائیر بولسونارو. به گفته منابع دولتی برزیل، این کشور 13 ژانویه به دو ناو نیروی دریایی ایران به نامهای مکران و دنا اجازه داد برای یک هفته از 23 تا 30 ژانویه در ریو پهلو بگیرند. وزارت خارجه برزیل اخیرا اعلام کرد آن مجوز باطل شده و پهلو گرفتن کشتی های ایران به بازه زمانی 26 فوریه تا 3 مارس منتقل شده. یک مقام آمریکایی در این باره رویترز گفته که چشمانداز حضور کشتی های جنگی ایران در ریو پیش از دیدار لولا با بایدن در روز جمعه امری ناخوشایند بود که واشنگتن قصد اجتناب از اون رو داشت.
یک منبع نظامی برزیلی هم تایید کرد که دولت از طریق وزارت خارجه تاریخ مجوز رو تغییر داده و مانع از پهلوگیری کشورهای ایرانی شده. کشتی‌های ایرانی شده. به گزارش رویترز، دیپلماسی با ایران یکی از راهکارهای برجسته لولا برای تقویت جایگاه بین‌المللی برزیل در دوره پیشین رئیس جمهوریش بوده، طوری که در سال 2010 برای میانجیگری درباره توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا به تهران سفر کرد تا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران هم دیدار کنه. اما احتمال ارسال تسلیحات جنگی جمهوری اسلامی به سوریه در قالب کمک‌های بشردوستانه، شبکه خبری I24 به نقل از کارشناسان گزارش داده. جمهوری اسلامی احتمالاً با سوء استفاده از وضعیت مناطق زلزله زده در سوریه در حال ارسال تسلیحات جنگی در قالب کمک به مردم آسیب دیده است. جیسون برودسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، به شبکه اسرائیلی I24 گفته سپاه و حزب الله قبلاً این سابقه ارسال تسلیحات جنگی تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه را داشتند. جمهوری اسلامی در سه‌شنبه 18 بهمن یک هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه را به فرودگاه دمشق ارسال کرد. در زلزله اخیر سوریه مناطق شمالی این کشور میدونید که در سوریه آسیب فراوانی دیدند. برودسکی در اظهارات خودش اضافه کرده جامعه جهانی باید در وضعیت آماده باش قرار گیرد، چرا که جمهوری اسلامی سابقه سوء استفاده از جمعیت هلال احمر ایران برای نفوذ عوامل اطلاعاتی، نیروهای قدس و اعزام تسلیحات رو داره. او در این زمینه به اظهارات سعید قاسمی اشاره کرد که با افتخار میگفت اون زمان ما با پرچم هلال احمر و با هلیکوپتر هلال احمر تو بوسنی اسلحه میبردیم به جای اینکه کمک ببریم. به گفته برودسکی، جمهوری اسلامی در سال 2006 نیز از جمعیت هلال احمر این کشور برای اهداف نظامی خود در لبنان بهره کشی کرده. برودسکی ضمن ابراز نگرانی در این زمینه گفت هواپیمایی که برای ارسال این محموله از تهران عازم دمشق شده وابسته به شرکتی است که قبلا توسط ایالات متحده آمریکا به دلیل قاچاق تحریم شده بوده. جمهوری اسلامی در حالی برای ارسال کمک به سوریه و ترکیه اعلام آمادگی کرده که مردم زلزله زده شهر خوی در آذربایجان غربی منتظر دریافت کمک‌های اولیه برای نجات جان خود در سرمای زیر 0 درجه هستند. و اما مرگ سه ورزشکار ملی ایران در زلزله ترکیه متاسفانه تایید شده. پس از گذشت 72 ساعت از زلزله مهیب ترکیه و انجام عملیات آواربرداری هتل کرچوال مالاتیا، پیکر بیجان محمد رضا میرحمدی، مهدی سعیداوی و حامد مطرودی، سه فوتبالیست قطع عضو ایرانی از زیر آوار خارج و مرگ این سه ورزشکار ایرانی متاسفانه تایید شد. این سه ملی پوش قطع عضو ایرانی که در تیم بلدیه اسپور مالاتیا در ترکیه مشغول به فعالیت بودند، هنگام وقوع زلزله در هتل تخریب شده کرچوال شهر مالاتیا اقامت داشتند. جعفر عسکری، رئیس انجمن فوتبال قطع عضو ایران، عصر پنجشنبه 20 بهمن در مصاحبه با وبسایت ورزشی اعلام کرد متاسفانه امروز با خبر شدیم به انجام عملیات آواربرداری هتل فرو ریخته در ترکیه پیکر سعیداوی، میرحمدی و مسعودی بیجان از زیر آوار بیرون اومده. رئیس انجمن فوتبال قطع عضو ایران اضافه کرده ابتدا پیکر مرحوم سعیداوی و مسعودی از زیر آوار خارج و بعد از ساعتی پیکر بیجان مرحوم میرحمدی هم از زیر آوار کشف شد. زلزله مهیب 7.8 ریشتری در کشورهای ترکیه و سوریه تا الان خسارت‌های جانی و مالی بسیاری در پی داشته. طبق آخرین گزارش دست کم مرگ بیش از 26,000 نفر در اثر این زلزله تایید شده. و اما تناقض‌گویی امیر عبداللهیان برای تطهیر جمهوری اسلامی در رسانه خارجی. قدیما اگه یادتون باشه خالی بندی یه سری شرایط و یه سری مراسم داشت. اصلا بعضیا میدونستید خالی بندن ولی میشستید میگفتید بذار خالی ببنده. چرا؟ چون بامزه خالی میبست. بعضیا بلدن چجوری خالی ببندن. خالی بستن یه جور دروغ گفتنی که آدم داره شوخی میکنه، من میدونم داره شوخی میکنه. اما یه سری دروغگو داشت جمهوری اسلامی تربیت کرده بود که خیلی خوشگل دروغ میگفتن. برای اینکه این دروغ خریدار داشته باشه اینا بلد بودن کت شلوار بپوشن، انگلیسی صحبت کنن، بوی عطر کلانشون هوار تا بیاد، دوگمه سراستینشون حقوق 5 ماه یه کارگر باشه، با پیرن مارکدار و کت شلوار مارکدار و انگلیسی صحبت کردن برن دروغ بگن. اون هم باز شرایط داشت، یعنی نوع دروغ گفتنه یه شرط خاصی داشت.
ظریف چه جوری دروغ میگفت، احمدی نژاد چه جوری دروغ میگفت، احمدی نژاد یه جوری دروغ میگفت که کل دنیا بهش میخندیدن، میگه ما تو ایران گی نداریم مثلا، کی گفته ما همجنسگرا داریم تو ایران. ظریف چه جوری میگفت، ظریف همینا میومد با یه آب و تاب دیگه میگفت، میگه ما گی داریم ولی خاشقچی چی میگید. بلد بود چجوری بحث از یه جا به یه جای دیگه برسونه، دعوای سوری را بندازه، اون تایم مصاحبه و هر چی که هست چجوری بگیره ربط بده به دیگه، زمانه بره دیگه رو نتونه بپرسه. حالا الان افتاده دست وزارت امور خارجه که فرق گوشگو بابا چه میدونم امامزاده رو هم بگم بهتره، فرق امامزاده و پمپ‌بنزین رو تشخیص نمیده و هر چیزی هم که فکر میکنی در این نظام قابل آموزش، قابل تکثیر، قابل تمرینه کاملا دارید اشتباه میکنید. نوع دروغ گفتن بسیار بسیار خنده داره، انقدری که طرف جلو خود یارو از تو صحبت خودش میتونه آتو بگیره به خود یارو بندازه. در ادامه سیاست انکار تکذیب اخبار مربوط به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، حسین امیر عبداللهیان با یه مصاحبه با رادیو ان پی آر آمریکا اول همه بازداشت 10,000 ایرانی معترض روزنامه نگار و فعال مدنی رو انکار کرده. خب یکی نیست بگه آدم ابله، اگر 10,000 نفر بازداشت نشدن چجوری 10,000 نفر رو رهبر جمهوری اسلامی عفو کرده؟ خب یه چیزای دو تا چهار تای دیگه، یه چیزی بگو لاقل به قول یارو میگن بگو بگنجه دیگه. چی بوده دیگه خدمت شما بگم، ام پی آر پنجشنبه 20 بهمن با انتشار بخش اول مصاحبه از امیر عبداللهیان درباره اعتراضات سراسری در ایران و آنچه حکومت از اون تحت عنوان اف یاد میکنه و همچنین بازداشت 10,000 شهروند معترض، روزنامه‌نگار و فعال مدنی پرسیده. وزیر خارجه ایران در گفتگو با مری لوئیس کلی خبرنگار ان پی آر که برای این گفتگو به تهران سفر کرده گفت که تعداد 10,000 بازداشت اعتراضات درست نیست. در پاسخ به این ادعای امیر عبداللهیان خبرنگار ان پی آر با تاکید به اینکه بابا این رقم اعلام شده توسط رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی، این ادعای امیر عبداللهیان دوباره با پرسش مجدد به چالش کشید. اما امیر عبداللهیان اینجا سوت میزنه بدون اینکه جواب بده که آقا این آمار رسانه‌های دولتی چی بود و غیره، مدعی شده که آمار درست نیست، رسانه ها اغراق میکنن و نهادهای حقوق بشری آمریکا و اسرائیل اونا مقصرن و اینا برای تشدید اعتراضات دروغ گفتن. حسین امیر عبداللهی همچنین در پاسخ به سوال امپیار درباره خبرنگاران بازداشتی دوباره دروغ گفته، با اشاره پرونده فردی به نام حسن فیروزی ادعا کرد بسیاری از افرادی که گفته شده روزنامه نگارن در واقع نیستن، چون تو اختشاشات حضور داشتند بازداشت شدن. حسن فیروزی کیه؟ همون کسی که میگه من بچه‌مو فقط یه بار دیدم، بعد از اینکه به دنیا اومده دیگه ندیدم. آرزون بعد گفتن یارو کلاهبردار مالی بوده داشته فرار می‌کرد دیگه، قشنگ آدم خود نظام بود. الان چون یه نفر گرفتن دروغ گفته بوده، از این نتیجه میگیرن که همه این چند 10,000 نفری که دستگیر شدن اینا هیچ کدوم دستگیر نشدن، اینا برای هواخوری رفتن زندان. موزه است اونجا، اوین دانشگاهه، اینا همه میدونن. میری اونجا انقدر آدمای تحصیل کرده مؤدب میبینی اونجا، میتونی درس یاد بگیری. من دوستی داشتم تز دکتراشو تو اونجا داد، یعنی اونجا آماده کرد، مطالعه میکنن اونجا، درس یاد میگیرن، زندانی نداره جمهوری اسلامی. یه خبر بعد دیگه، خسرو حیدری مربی استقلال شب قبل از بازی با نفت مجلس سلیمان مورد سرقت قرار گرفته، خفت شد بنده خدا. با گذشت چند روز از دیدار استقلال و نفت مجلس سلیمان، حالا مشخص شده که خسرو حیدری مربی آبیا شب قبل از این مسابقه درگیر یک اتفاق عجیب شده، دستیار ایرانی ریکاردو ساپینتو. اگرچه روز بازی در غیاب سرمربی محروم کنار زمین بود و تیم هدایت می‌کرد، اما زخمای روی بدنش ایجاد شده بود که البته به خاطر به هم نریختن شرایط فنی حرفه‌ای به بازیکنان و کادر فنی حرفی نزده بوده. حیدری شب قبل از بازی با نفت مسجد سلیمان مورد حمله یک سارق قرار گرفته که در این حادثه او از ناحیه پا و دست شدیداً زخمی شده. حیدری بعد از انتقال به بیمارستان مورد مداوای کادر پزشکی قرار گرفته و مرخص میشه. داستان از این قراره که در زمان حضور خسرو حیدری در خودرو شخصی، فردی سارق بهش حمله میکنه و بعد از باز کردن در خودرو با چاقو ضرباتی رو به دست و رون مربی استقلال وارد میکنه و تلفن امروش رو به سرقت میبره. در ادامه بعد از شرایطی که شخص سارق با ورود به خودرو قصد داشته وسایل دیگری را نیز از حیدری به سرقت ببره، بعد از شلوغ شدن فضای اطراف خودرو فرد سارق از محل متواری میشه. او البته بعد از این اتفاق کلامی به اعضای تیم چیزی نگفت، اما با مراجعه به بیمارستان قسمت‌های از بدن خود رو بخیه زد تا بتونه شرایط عادی رو به دست بیاره.
یکی از تلخترین اتفاقاتی که میتونه در برای یک نفر اتفاق بیفته و جز کثیف‌ترین نوع سرقت هاست که حتی تو من دیدم تو زندانم با اینا خیلی بد برخورد میکنن زندانی دیگه، این عمل وحشیانه قرون وسطایی هم نمیشه بگم عصر حجری با چاقو حمله کردن و سرقت کردن و غیره، که شرایط روحی شخص بعد از این اتفاق بسیار داغونه. این که برای خود من اتفاق افتاده، چاقو گشتن زیر گلوم و خفتم کردن، وسایلم رو بردن، مهمتر از وسایلم یه سگ کوچولو پاپی خیلی بانمک داشتم که تنها یک سالش بود، یک سال بود که با من بزرگ شده، اونو ازم دزدیدن. سوای اون که حالا غم از دست دادن اونو که سگ دارن میدن و بچه آدم رو دزدیدن، ولی این اتفاقی که 65,000 بار این صحنه رو هر شب تو خواب میدیدم که طرف از این ور داره میاد، چاقو رو داره میاره، من اونجا چیکار میتونستم بکنم؟ میتونستم بدوم، میتونستم مش بزنم، یکی دیگه شون پشتم وایساده بود و یه موتور برعکس وایساده بود بغل اتوبان که بعد از اینکه گرفتن همه چیزو پریدن برعکس اتوبان رو رفتن که اصلا نمیتونست حتی یه ماشین نگه داری بگی آقا لطفا برعکس دنبال یه موتوره برو. واقعا یه PTSD بعدش داره، یعنی یه درامای شدید داره که با تراپی و اینا باید حتما حل بشه. من تا سالیان تو تاریکی کسی رو میدیدم یه ترس، یه خوفی همیشه همراهم بود، حتی تو اروپا هم که بودم میشه نگران بودم جای شلوغی که آدم ها تو حالا تاریکی ها وایسادن، اینا میشه فکر میکردم که الان یکی میاد اینجا منو خفت میکنه. امیدواریم برای خسرو در این شرایط زودتر قابل حل باشه. اما تعلیق چند استاد دانشگاه در تهران به دلیل حمایت از اعتراضات امیر مازیار و کوروش گلناری استادان دانشگاه تهران در هیئت علمی تعلیق شدند. زندانیان سیاسی آزاد شده باید تعهدنامه بدن. 6 گروه و حزب سیاسی بلوچ و ترکمن در بیانیه‌ای مشترک فشار و سرکوب علیه روحانیان بلوچ رو محکوم کردند. اما بریم سر خبر اول. رسانه‌های ایران از تعلیق امیر مازیار استاد دانشگاه علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران و کوروش گلناری استاد دیگر این دانشگاه در هیئت علمی خبر دادند. امیر مازیار نامه تعلیقش رو که به امضای رئیس دانشگاه هنر رسیده بود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. طبق این حکم صادر شده، این استاد دانشگاه از کلیه ساحت‌های آموزشی و پژوهشی تا زمان رسیدگی در مراکز ذی‌الصلاح محروم شده. به گفته این استاد دانشگاه، کوروش گلناری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و مدیر گروه مجسمه سازی هم جزو استادان تعلیق شده است. وی همچنین خبر داد که دکتر موسی اکرمی عضو گروه فلسفه واحد علوم و تحقیقات نیز بازنشسته اعلام شده. بر اساس گزارش این شورا، مرتضی مردی‌ها عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تا زمان مشخص شدن وضعیت از تدریس در دانشگاه محروم شده. و اما بیانیه 6 گروه و حزب سیاسی بلوچ و ترکمن بعد از فراخوان فعالان بلوچ و ترکمن برای تجمع اعتراضی در گالیکش، 6 حزب و گروه سیاسی روز پنجشنبه 20 بهمن در بیانیه‌ای فشار حکومت ایران بر بلوچ‌ها و ترکمن‌ها را محکوم کردند. حزب بلوچستان راجی تپاکی، خیزش ملی ترکمن صحرا، سازمان فرهنگی و سیاسی ترکمن صحرا، شورای همبستگی ترکمن صحرا، شورای همکاری بلوچستان و جبهه متحد بلوچستان در بیانیه اعلام کردند ترکمن‌ها و بلوچ‌ها قریب به یک قرن تحت ظلم و ستم سیستماتیک حکومت‌های مختلف، حالا اینا حکومت پهلوی را آوردن داخلش، گفتن پهلوی و اسلامی. در قسمتی از این بیانیه مشترک آمده ایران کشوری است کثیرالمله، متشکل از ملت‌های مختلف و متنوع با ویژگی‌های زبانی، فرهنگی و آداب و رسوم خاص خیش، و هیچ ملتی در این سرزمین کهن و پهناور بر ملتی دیگر برتری ندارد. در ادامه بیانیه این 6 حزب به لغو امامت جمعه مولانا محمد حسین گرگیج، ایجاد حصر خانگی برای ایشان در گالیکش و بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی در زاهدان اعتراض شده. اما نظر دولت آلمان در مورد تروریستی خوندن سپاه دیگه خیلی به سطح اومده، یعنی اتفاقاتی که برای خیلی مشاهد علامت سوال بود الان کاملا قابل حله. نماینده وزارت خارجه آلمان در یک نشست ویژه پارلمان که این نشست ویژه مربوط به ایران بوده و کمیسیون حقوق بشر، عصر چهارشنبه 8 فوریه 19 بهمن
به پرسش های فراکسیون های مختلف پارلمانی در مورد قرار دادن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا پاسخ داده. در متن منتشر شده در پایگاه اینترنتی پارلمان آلمان از قول نماینده وزارت خارجه آلمان آمده که اتحادیه اروپا طبقه بندی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی رو در دست بررسی داره و بخش حقوقی شورای اروپا نیز در حال حاضر بر روی یک نظر کارشناسی داره کار میکنه. نماینده وزارت خارجه آلمان در این نشست گفته قرار دادن شبه نظامیان ایران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا به راحتی امکان پذیر نیست و این تحریم با موانع قانونی روبروه. نماینده دولت فدرال در پاسخ به پرسش اعضای فراکسیون احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و فراکسیون حزب آلترناتیو برای آلمان گفت اینکه چگونه میشه الزامات قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی رو برآورده کرد در حال حاضر در دست بررسیه. با این حال در شرایط کنونی این پیش شرط ها هنوز به طور کامل برآورده نشده. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان از حزب سبزها آخرین بار در ماه ژانویه از قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی حمایت کرده بود. به گفته نماینده دولت با این حال کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر این اقدام اتفاق نظر ندارند. نماینده دولت آلمان همچنین این فهرست کردن را اقدامی نمادین توصیف کرد. او گفت سپاه در حال حاضر به عنوان یک نهاد در رابطه با سلاح‌های کشتار جمعی در ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته. منظورش اینه که سپاه همین الانش هم تحریمه، حالا نه به خاطر قرار گرفتن در لیست تروریستی بلکه به خاطر حالا سلاح کشتار جمعی و غیره، همین الان توسط اتحادیه اروپا در تحریم قرار داره. اینکه الان تو لیست اضافه بشه خیلی ربطی به تحریما نداره چون تحریم هست. او در پاسخ به اعضای فراکسیون احزاب دموکرات و سوسیال مسیح گفت که وارد کردن سپاه به فهرست تروریستی بر اساس قانون تحریم هیچ عواقب مضاعف دیگری در بر نخواهد داشت. نماینده دولت آلمان در پاسخ به این اتهام که دولت آلمان حقوق بشر را تابعی از مذاکرات با ایران برای احیای توافق هسته‌ای می‌کنه گفت هر چهار بسته تحریمی که تا الان در سطح اتحادیه اروپا تصویب شده به ابتکار مشترک آلمان و فرانسه برمی‌گرده. یعنی در حقیقت به خاطر میگن سوالی بوده که به خاطر بحث برجام داریم کوتاه میاد، گفت آقا چهار تا بسته تحریمی بوده، چهار تا شما فرانسه دادیم، پس ما هدفمون کوتاه آمدن نبوده. این نماینده دولت آلمان در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان حزب سبز تاکید کرد با این حال تهدید رژیم جمهوری اسلامی به قطع مذاکرات هسته‌ای در صورت قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست. و اضافه کرد همچنین قطع روابط دیپلماتیک نیز نمیتواند یک گزینه باشد. دولت فدرال همچنان اعتقاد دارد که فشار دیپلماتیک میتونه اثرگذار باشه. رژیم جمهوری اسلامی همچنان نسبت به فشارهای بین المللی حساسیت نشون میده و این میتونه یک فرصت باشه. نماینده دولت آلمان در مورد نگرانی مطرح شده از سوی فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان مبنی بر اینکه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی میتونه مردم غیر نظامی را نیز زیر فشار ببره پاسخ داد که آقا بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه افراد یا نهادهایی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، بر همین تا حد زیادی میتونیم بگیم هیچ تاثیر منفی بر مردم نداره. یعنی اون کسی که داشته سوال میپرسه از هم مالکشا بوده که آقا شما تحریم میکنید سپاه، فکر نمیکنید به مردم فشار میاد؟ گفت آقا ما داریم مسئولان نهادهای نظامی و حالا کسی که نقض حقوق بشر میکنند رو داریم تحریم میکنیم، چه ربطی به مردم داره؟ نماینده وزارت خارجه آلمان در این حال از آن داشتین که جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه با این تحریم ها ضعیف بشه ارزیابیش دشواره. خیلی اعتقاد دارن هیچ. او در پاسخ به یک سوال فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات گفته اعتراضات مردم ایران در هر حال رژیم ایران رو تکون داده و بازگشت به وضعیت قبل غیر قابل تصوره. نماینده وزارت خارجه آلمان اضافه کرده که جبهه ها به طور فزاینده سخت‌تر میشن. تظاهرات کنندگان به صراحت اعلام کردند که خواهان تغییر قدرت هستند. رژیم جمهوری اسلامی نیز به نوبه خودش نشون داده که میخواد حفظ قدرت خودش رو تضمین کنه. و اضافه کرده اعتراضات در ایران در حال حاضر فروکش کرده اما ممکنه در هر زمانی دوباره شعله ور بشه. این زورآزمایی هنوز پایان نیافته. نیروهای نظامی، ارتشی و غیره در کشورهای دیگه دارای هویت هستند. خیلی از اینها در بلایای طبیعی، در اتفاقات و غیره پیشگام هستند برای کمک کردن، ولی افسوس که در کشور ما اون نیروی IRGC یا سپاه به جای که در بلایای طبیعی کمک بکنه
از کمک‌های مردمی می‌دزده و به سوریه و ترکیه و مخصوصا سوریه به خاطر اون اتفاقاتی که میخوان اونجا انجام بدن داره میبره و این فشار رو خیلی بیشتر میکنه به مردم، نه تنها که کمکی به مردم نمیکنه بلکه کمک‌های مردمی را مانع رسیدنش میشه و بعضا بار میزنه تو هواپیما میبرن در سوریه و ترکیه و غیره پیاده میکنن. شرایط همچنان در خوی غیر قابل تحمل و غیر قابل باور هستش و همچنان هیچ خبری در هیچ جایی نیست که تصمیم جدی داشته باشه نظام که بخواد به مردم خوی سرویسی بده و یا بهشون کمک کنه. وضعیت کمکرسانی در خوی بسیار بسیار تلخ، دردناک و غم‌انگیزه. سمت چپ وضعیت کمکرسانی به مردم زلزله زده خوی در دمای زیر 0 درجه و سمت راست کامیون‌های حامل کمک‌های نظام که همونطور که مشاهده می‌کنید رفته و داره برای مردم سوریه خالی میشه و این فرق گذاشتن بین خودی و غیر خودی اینقدر میتونه قلب همه ما رو به درد بیاره که مردم خودمون تو چه وضعیتی هن و اونور کامیون تجهیزات و مواد غذایی و لباس و همه چیز داره برای مردم سوریه ارسال میشه. در شرایط این چنینی فقط مردم ما هستن که میتونن به همدیگه کمک کنن. انگار نه انگار که این منزل باید یک آقا بالا سری داشته باشه، انگار نه انگار که این شرکت مدیر داره، انگار نه انگار که این مملکت صاحب داره. هر کاری که داره انجام میشه خوب و بدش رو فقط مردم دارن برای هم انجام میدن. توی این شرایط عرق وطن پرستی خیلی از ما باعث میشه که قدمای بسیار مهمی رو برداریم. خیلی از دوستان در جای مختلف دنیا دارن کمک میکنن، از یه گروه پیشاهنگ که در هانوفر جمع شدن دور هم پول جمع کردن فرستادن تا کسایی که داخل ایران هستن بین اقوام و دوستان و آشنا. از کانادا پیام داشتم که یک سری خانم هستن، یک سری کانال دارن، یک کانالی دارن به نام زن زندگی آزادی، گفتن ما کمک جمع کردیم میخوایم بفرستیم برای زلزله زدگان در خوی، راه پیشنهاد کنید و غیره، که من خیلی خوشحالم این اتفاقات رو به صورت خودجوش هم در جای مختلف میبینم. اینم وضعیتی که الان داره به مردم رسیدگی میشه. یا کم زدیم درسته، کم زده آیا خونه من که ویران شده تو بیرون ولو مونده، دوست که میاد اون نگهبانی به من میدم ببرم اونجا نگهبانی بده خونه من. خدا شاهده نه چادر داریم، مثلا من خودم ماشین دارم، بعضی هم مثلا همسایه من ماشین هم ندارم، تو خیابون میخوابن، میگم برین کمپ زدیم، میریم اونجا میگن جا نداریم، اردوگاه زدیم میریم اونجا میگی جا نداریم. حالا میگن ما از تهران از با هواپیما مستقیم تو خوی چادر میفرستیم، اما میاد دست ما نمیرسه. کی کجاست بابا؟ طرف روستایی است، اونجا چادر بهشون ندادن، میگم به دهیاری ها دادیم، دهیار نمیدن، اون بیچاره هم منده. نه من محصول دادن بیشه ایستیسیز الله تنسی مجردیم که همیز یک چون امید یک بزده ها؟ هلا اونجا الله بزده، بیز الله ها چاوه محصول دادن 1000 نفر 2000 نفر روزی میان اینجا، کارت ملیشون رو میگیرن، 2 ساعت اینجا نگه میدارن، میگن ما چادر میدیم، بعدم صداشون رو میکنن، هر کدوم کارت ملی رو میدن، چادر نیست. میگن که کمپ های زدیم برای توی بابا کمپ ها که کمپ ها چقدر مثلا کمپ جای این مردم به مردم جا میده چقدر؟ این نه چادر هست، ببین زنگان این ما رو نگاه کنیم، یعنی این چادرها خوب نیست، یعنی نه. چادر چادر نیست که ما اینجا زندگی میکنیم. من جو باخر موضوع شو جورم برده بهداشت مشکلی بر همام دی سریز بهداشت دی بزن اجازه بریم بیز اندی چودی بلر چندی بلر با هم کاری میمو بلالم اوستو داریم چندی بلر محل مهدن بیرنم بیگی چی میدنه چادر محل درده محل هم باشنده باشنان یادنده فرقیسی لرده خیلتن ده برگره دیدیم اون مرحله دیو چی؟ İndi 2000 mənzərə mən ərziyabım çıxmasa, avarlar darmışım, məsələn ətifat üçün sənin kumaki ilavəzin var dövlətdən, sənin təhsilatı bancın vardır, da, sən əlin qadasını alaydın, sən ged, çətdilər. علیرغم تمام تلاشایی که من خود دارم می‌کنم ماله بکشه، وضعیت اینه که تو خوی این سومین زلزله است داره میاد. هنوز خرابی زلزله اول حذف نشده و شرایط مردم می‌بینید تو چه سختی و مشکلات و مصیبت‌هایی هستن. خانم باردار، آدم بیمار، هزار یک اتفاق تلخ و سخت، آدمایی که اعلام می‌کنن میگن ما یک هفته از حمام نرفتیم بخاطر اینکه اینجا آب گرم نیست، نمیتونن تو این سرما برن با آب معمولی دوش بگیرن، که
یه نفر نکرده بگن آقا تو هر یه دونه روستایی بریم یه دونه کانکس بذاریم، بذارید سه روز یارو نوبت واسه نوبتش برسه ولی بتونه بره حمام آب گرم میکنه. میگم تو این شرایط ما فقط همدیگر رو داریم، داریم که دست به دست هم بدیم، بتونیم کمک کنیم هر کسی در هر جایی هست، بدونه که مردم خود در حال حاضر خیلی به کمکشون احتیاج دارن. این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. من مدت 2 ساله که با کمک بنیاد نوروز تلاش میکنم با حمایت شما بینندگان عزیز در اتفاقات مختلف از ایرانیایی که در داخل کشور هستن دستگیری کنیم و تقریبا میتونم بگم 19 سال بنیاد نوروز به صورت بین المللی داره به ایرانی‌ها کمک میکنه و تقریبا 9 ساله که به داخل کشور داره کمک میکنه. روندش خیلی خوب بوده و خوشبختانه هر جا کمک رسانی هم انجام میشه بعد فیلمش تهیه میشه پخش میشه، برای همین مردم خیالشون راحت میدونه این پولی که هزینه کردن رفته و بابت همون کار هزینه شده. ببینیم این ویدیو رو، امیدوارم کمک کنیم با هم دیگه که شرایط مردمون یه مقدار بهتر بشه. زمستان است. هوا در خیلی از استانهای کشورمون بس ناجوان مردان سرد است، اما در خوی و روستاهای اطراف در این شبهای برفی بعد از زلزله بدون سرپناه شرایط غیر قابل باوره. مردمی که تنها سقف بالای سرشون رو از دست دادن، مردمی که در جایی که ایستادن قبلا خونه‌شون بوده و الان فقط کوهی از نخال است، مردمی که مجبورن شب رو در سرمای منفی 5 تا 10 درجه در کنار خیابون یا پیاده رو در کنار خانوادهشون سپری کنند، مردمی که دیگه تو همین یکی دو روزه متوجه شدند مگر اینکه خدا و یا هموطنان به دادشون برسند، وگرنه از کشور، نظام، دولت قطعا آبی گرم نمیشه. امیدوارم و همچنین مطمئنم که شما مردم نازنین فریاد مردم خوی رو بی جواب نخواهید گذاشت. مطمئنم که قطعا هر کسی تا هر مقداری که در توانش باشه قطعا دوست داره که کمک کنه. خوشبختانه بنیاد نوروز تجربه بسیار زیادی در کمک رسانی به مردم داخل کشور در رابطه با حوادث غیر مترقبه طبیعی مثل سیل و زلزله داشته و تونسته اینو نشون بده که این کار رو به جرئت بگم بهتر از خیلی از جاهای دیگه میتونه انجام بده، با توجه به اینکه معمولاً شرایط بسیار سخته برای کمک رسوندن به این مناطق به خاطر اینکه نظام جلوی کمک‌های مستقیم و مردمی رو معمولاً میگیره. بنیاد نوروز از سیل استان گیلان تا کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، آذربایجان و خیلی جاهای دیگه کمک رسانی کرده. تصاویرش گزیده ایش داره برای شما پخش میشه. هموطنان عزیزم درود بر شما. من در استان سیستان بلوچستان و در حومه شهر زاهدان هستم، کنار خانواده که سیل زده هستن. این خانم همسرشون رو از دست دادن و به صورت موقت منزل یکی از اقوامشون فعلا دارن زندگی میکنن. چند تا بچه دارین خانم؟ بچه های شما هستن؟ من یه مبلغی هدیه نقدی براتون آوردم از طرف بنیاد نیکوکاری نوروز به شما تقدیم میکنم. این هدایا از طرف مردمی هست که در خارج از ایران هستن. در این شرایط سخت امیدوارم که بتونیم با همدیگه قدم مثبتی رو برای مردم های منطقه برداریم. شرایط بسیار سخته. بچه های کوچیک بدون داشتن وسایل گرمایشی، بدون پتو، بدون نان، بدون غذا، امروز در تمام خبرها بود که حتی غذا هم پیدا نمیشه اونجا. امیدوارم در کنار هم بتونیم یه مقدار زندگی رو راحت تر کنیم. واقعا این بار دیگه همت همه رو میطلبه. چه بسا شاید تو الان خدای نکرده افرادی هم باشن که به خاطر سرما در اون منطقه جون خودشون رو از دست داده باشن. قطعا اخباری که بیرون منتشر میشه مثل همیشه کاملا کنترل شده است. ما اگر دست به دست هم بدیم، هم تن این عزیزان رو گرم میکنیم و هم دلشون رو.
برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1-704-544-7800 تماس بگیرید. شرایط بسیار سخت مردم عزیزمون در خوی نیازمند کمک و یاری شماست. مردمی که تنها تقاضایی که دارن فقط وسایل گرمایشیه، این که بتونن شب و به صبح بگذرونن، بتونن بچه هاشون رو گرم نگه دارن. کسایی که شرایطشون واقعا به لحظه و ساعت بستگی داره، سرمایه بسیار زیاد، نداشتن کانکس و جای گرمی که بتونن استراحت بکنن، به کنار غم عزیزان و غم از دست دادن چیزهایی که براش عمری رو در این روزگار سخت جمهوری اسلامی سپری کرده بودن، یک مشکل بزرگتر. امیدواریم که دست به دست هم بدیم، بتونیم هم دلگرمیشون رو به همراه داشته باشیم، هم پشتگرمیشون رو. شماره بنیاد رو صفحه است 1-704-544-7800 و یا noruz.org که از اون طریق هم میتونید کمک های خودتون رو به مردم عزیزمون در خوی برسونید. اما مقامای امنیتی جمهوری اسلامی گفتن چین برای دریافت 15,000 پهباد ما در صف وایستاده. یه مدتی کلا جمهوری اسلامی خیلی لافای عجیب غریبی میزنه. یعنی چینی که تو تکنولوژی به جای رسیده بالون میفرسته بالا سر آمریکا جاسوسی میکنه، الان گیر 15,000 تا پهباده تو صفم وایستاده. یه صف طولانیه، چین اومده وایستاده تو اون صفه. مشاور عالی وزارت وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که رژیم کمونیستی چین برای دریافت 15,000 فروند پهباد از ایران در صف قرار داره و این در حالیه که ارسال پهباد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه در جلسه شورای امنیت مطرح و این اقدام نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده شده. این فرد که در رسانه‌های جمهوری اسلامی اسمی ازش برده نشده، ما دیروز ازش به نام خرزوخان یاد کردیم، در دانشگاه بین المللی قزوین با تایید تلویحی دخالت حکومت در جنگ اوکراین گفته بود از روزی که چرخش ما به سمت شرق شروع شده و کفه ترازو به نفع شرق و علیه غرب چرخید، غرب هم نتونست تحمل کنه، که نمونه آن در جنگ اوکراین بود. وی در این سخنان مدعی شده بود امروز توان ما در حدیه که چین برای دریافت 15,000 پهباد ما در صفه و 90 کشور مشتری پهپادهای ما هستن. گفتن قرار کوپن پهپاد اعلام بشه، یه سری کوپن بدن، بگن آقا این کوپن پهپاده، این کوپن نفت 70% تخفیفه، این کوپن دیگه، اینقدر قرار پیمانکاری ها رو خود علنی بگیرن، کوپن پیمانکاری عملیات های تروریستیه، قرار اینجور کوپن بگن، بعد اعلام میکنن رسانه، میگن آقا کوپن پهپاد اعلام شد، یه سری میان سری میگیرن و میرن. ایزومی ناکامیتسو نماینده عالی امور خلع سلاح سازمان ملل در این نشست در مورد آخرین وضعیت ارسال سلاح به روسیه و اوکراین طی جنگ یک ساله اخیر گزارش داد و بدون اشاره مستقیم به جمهوری اسلامی گفت که کشورهای دیگه نیز وجود دارند که پهپاد به روسیه ارسال میکنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل هم در این نشست گفت اگه میخواهید در مورد انتقال سلاح‌های خطرناک صحبت کنید، بذارید در مورد سطح پهپاد ایرانی که تهران به روسیه منتقل میکنه و قطعنامه 2231 که شورای امنیت رو نقض میکنه صحبت کنید. در حقیقت ایزومی ناکامیتسو یه جوری داشت یه ماله قدرتی میکشید که آقا حالا کشورهای دیگه هم هستن. نماینده آمریکا میگه نه، بیاین در مورد جمهوری اسلامی صحبت کنیم که قطعنامه 2231 نقض کردم، سطح پهپاد داده. فرید هوجا نماینده دائم آلبانی در سازمان ملل متحد نیز در این نشست از ارسال تسلیحات به روسیه از ایران و کره شمالی به شدت انتقاد کرده و تصریح کرد تا صحبت از ارسال سلاح است و توجه ما به محموله‌های بزرگ سلاح از ایران و کره شمالی باشد. این دو کشور که این شورا اونها رو تحریم کرده، آشکارا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو نقض می‌کنن. اما تشکیل جبهه مشترک میان اسرائیل، رومانی و بلغارستان در برابر جمهوری اسلامی در ادامه تلاش‌های اسرائیل برای ترغیب جامعه جهانی برای قرار گرفتن در برابر حکومت ایران، وزیر خارجه اسرائیل عنوان کرد که رومانی و بلغارستان موافقت کردند جبهه مشترک علیه جمهوری اسلامی را تقویت کنند. روزنامه اسرائیل یدیوت آهرونوت گزارش داد الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در مذاکرات تلفنی با همتایان خود از رومانی و بلغارستان از این دو کشور خواسته که از قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت کنند. همچنین وزیر خارجه اسرائیل دولت‌های صوفیه و بخارست را فراخواند که از اسرائیل در سایر نهادهای بین‌المللی پشتیبانی کنند. در مقابل اسرائیل نیز متعهد شده که مناسبات اقتصادی
همکاری های کشاورزی، فناوری و افزایش شمار پروازهای گردشگری با بلغارستان رو گسترش بدن. به نظر میرسه مذاکره اسرائیل با دو کشور، عکسش اگه من پیدا کنم خیلی اتفاق خوبیه، بله، اسرائیل با دو کشور رومانی و بلغارستان برای قرار گرفتن کنار تل آویو در برابر جمهوری اسلامی در ادامه کمپین دولت نتانیاهو جهت تشکیل یک ائتلاف گسترده در برابر حکومت تهران در میان کشورهای اروپایی است. در همین رابطه هفته گذشته رسانه فرانسوی اعلام کردند که هدف بنیامین نتانیاهو از سفرش به پاریس ایجاد یک ائتلاف نظامی به ویژه با قدرت‌های غربی برای حمله به جمهوری اسلامی بوده. لیبراسیون، روزنامه صبح پاریس، در همان زمان نوشته بود که نتانیاهو و ماکرون درباره ایران و ایران و باز هم ایران صحبت خواهند کرد. روز گذشته روزنامه لوموند به نقل از یک منبع آگاه نوشت که بنیامین نتانیاهو در سفر به پاریس از فرانسه نخواسته که دست به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بزند، اما نخست وزیر اسرائیل خواستار اقدام‌های هماهنگ از سوی فرانسه شده و خرسنده که رئیس جمهوری فرانسه به او گفته که در نظر دارد سپاه را هدف تحریم قرار بده. همین منبع آگاه به لوموند گفته که نتانیاهو صریحا اعلام کرده که قصد دارد حملات هوایی علیه منافع جمهوری اسلامی در سوریه و منطقه و همچنین عملیات مخفی در داخل خاک ایران را افزایش بده. نتانیاهو گفته ضروری است با این اقدام‌ها رژیم ایران را بی‌ثبات کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، این روش پیشروی برنامه اتمی ایران را کند می‌کند و فرانسه هم با این روش مخالفت نکرد. اما اتفاق جالب دیگه افتاده، نشان افتخار فرانسه رو زدن به سینه زلنسکی. بعد فهمیدن ای بابا این نشونه رو قبلا زدن به سینه پوتین، حالا باید از یکی پس بگیرن چیکار کنن، داستان شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین الان بالاترین مدال افتخار فرانسه رو دریافت کرده، اما این مشکل اینه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم یه دونه از همین مدالا داره. فکر کنم فرانسه هم مثل تاجیکستان که به همه دکتر افتخاری میدم، احمدی نژاد گرفته، هم لاریجانی گرفته، هم رئیسی، فکر کنم اونا هم هر کی رد میشه بهش یه دونه مدال افتخار میدن. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه مدال لژیون دونور، صلیب بزرگ یا گراند کرویس رو روز پنجشنبه در کاخ الیزه بر روی سینه زلنسکی سنجاق کرد. تاکید کرد این اقدام در راستای به رسمیت شناختن شجاعت اوکراین از زمان تهاجم روسیه به این کشور. برخی از قانونگذاران و کنشگران فرانسوی از ماکرون خواستند تا این نشان را از پوتین به دلیل جنگ اوکراین پس بگیره. ماکرون این درخواست را رد نکرده. نشان لژیون دونور فرانسه در سال 2006 از سوی ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه به پوتین اهدا شده. اما کشورهای اتحادیه اروپا که در مراسم جمهوری اسلامی شرکت نکردند، اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، دانمارک، سوئد، پرتغال، ایرلند، رومانی، اسلوونی، بلغارستان، فنلاند، مالت، جمهوری چک، کرواسی، یونان و اسلوونی، لوکزامبورگ، استونی، لتونی، لیتوانی و قبرس. امروز همه دموکراسی‌های پیشرو جشن تولد 44 سالگی جمهوری اسلامی رو تحریم کردن. واقعا آفرین به همه کسایی که برای بایکوت این روز جنگیدن. هشتگش هم بود دیگه، بایکوت IRI دی. الان نورد بعدی که سیاستمدارا گفتن اینکه از کشورها بخوام در 27 فوریه زمانی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو تریبون میره همه از سالن سازمان ملل خارج بشن. یه هشتگ هم براش ساختن، واک اوت IRI، یعنی واک اوت یعنی یکی داره صحبت میکنه شما برید بیرون، ترک کنید، بهش میگم واک اوت، قدم میزنید خارج میشید. انگلیس هم در کنار 25 کشور اتحادیه اروپا در مراسم امروز جمهوری اسلامی شرکت نکرده. در حقیقت هیچ کشوری از اتحادیه اروپا به جز مجارستان و لهستان امروز در مراسم روی کار اومدن جمهوری اسلامی شرکت نکردن، که خودش نشون میده که این جمهوری اسلامی چقدر مشروعیت داره. بعد امیر عبدالله میگه چرا ما میگیم رژیم، ما یه رژیم، ما یک حکومت مشروعیم. اما دو تا خبر جالب بگم براتون، از همین شروع کنم. رئیسی از فرصت نهایی کردن برجام گفته، حالا تو این وضعیت هیروبیری که اصلا یارو تو ده را نمیدن، سراغ خیابون لاله‌زار رو میگیره. رئیسی با تاکید آمادگی جمهوری اسلامی برای برجام، آمریکا و اروپا رو به فرصت سوزی و توهم و محاسبات غلط متهم کرد.
رئیسی با تاکید بر آمادگی ایران برای نهایی کردن مذاکرات برجام، آمریکا و ترویکای اروپا را متهم کرد که به جای استفاده از فرصت مذاکره دچار توهم و محاسبات غلط شده و به دنبال دخالت در امور داخلی ایران رفتند. او که در جمع سفیران خارجی در تهران به غیر از سفیرهای مهم، یعنی در کنار سفرهای بورکینافاسو، گینه نو و قدیمی و گینه بیستاهاب و با صاحب و غیره صحبت میکرده، از روی نوشته سخنرانی هم میکرد. همین متنی که تو نوشته بوده همونه کپی پیست کرده تو توییترش هم گذاشته. اکثر کاربران در واکنش به این توییت پرسیدن بالاخره معلوم نشد برجام خوبه یا بده. تعدادی هم به طعنه سوال کردن که رئیس جمهور از چه فیلتر شکنی برای پیام‌هاش استفاده می‌کنه. ماشاءالله خوب آقا، خیلی سری دارید می‌زنید. وی پی ان تون از کجا گرفتید؟ در کامنت دیگه هم زیر این پیام اومده خدا رو شکر که دولت انقلابی هستید، وگرنه فکر می‌کردیم سازشکاری دارید، دست گدایی به سوی سازشکاری ببخشید. فکر می‌کردیم سازشکاری دارید، دست گدایی به سوی آمریکا و اروپا دراز می‌کنید. یکی دیگه هم نوشته که دیگه خیلی دیر شده ابراهیم، ابی بهش بگن بهتره، ولی این تصمیم این ابی با اون ابی قاطی بشه دیگه، خلاصه اینجوری صداش میکنه. اما جالبیش اینه، اینم لازم میدونم یه کامنتی قبلش بگم. تو شبهای برره خیلی باحال بود اگه یادتون باشه، یه قسمتی داشت شوادر عزویان داشت صحبت میکردش در مورد اختلاف پایین برره و بالا برره. بعد میگفتش که مرامودینا بالا برره میشستن، اینا پایین برره. میگه بعضی موقعا که دعوا میشد اونا آب رو ما میبستن، بعضی موقع که دعوا میشد ما آب رو اونا میبستیم. بعد سیامک انصاری تقوی معمول از اون نگاه های روی دوربین اینجوری، بعد میگفتش آقا چجوری میشه؟ نمیشه که یکی بالا یکی پایین، نمیشه یه بار این آب رو اون ببنده یه بار اون آب رو این ببنده. حالا الان قضیه همین جوریه، یعنی حساب کنید که جمهوری اسلامی پایینه، پایین رودخونه است، آمریکا بالای رودخونه است. امیر عبداللهیان میگه ما داریم به پلن بی فکر میکنیم. باور کنید، یعنی در روزهای آفتابی اگر باشه این جمله رو شما جایی بگید، بگید که وزیر امور خارجه هم چیزی رو گفته، 100% میگن ازش تست الکل میگیرن اگه تست مواد نگیرن. یه مصاحبه مفصل که با همون NPR و آمریکا داشته گفته فرصت بازگشت به برجام همچنان وجود داره. اون نیز فرسایی شدن امر رو به آمریکا نسبت داد و گفته اگه آمریکایی‌ها بخواند با تحلیل غلط حرکت کنند، این پنجره برای همیشه باز نخواهد موند و ما اگر لازم باشه وارد پلن بی میشیم. خیلی ها این که میگن آقا جنس حق مصرف میکنن، اینو از موتوری جنس نمیگیرن، ساقیای مشهور و معروف دارن که از خود کابل پا میزده بود و چرخه میمده بهشون مواد میرسونده، همینه. یعنی پلن بی دارن، یعنی اینا ممکنه با آمریکا حمله کنن. جنسش خیلی خوب بوده، ایشون ادعا کرده که تهران گزینه‌های متعددی رو میز داره، اما در واسطه‌ها و پیام‌هایی که به ما داده میشه گفتیم آماده ایم در چارچوب منطقی در گام‌های پایانی توافق قرار بگیریم. واقعا خدا رو شکر می‌کنیم که جمهوری اسلامی پلن بی رو شروع نکرده، چون ممکن بود وقت بعد کنترل زد دیگه نتونه بزنه، داغون بشیم ما. او تشریح پلن بی رو به بعد موکول کرده، چون الان هیچ چی نداشته خلق صاحب خواد بگه، حالا بعداً توضیح میدیم پلن بی چیه. افزوده که این پلان بیش از اون که توضیح دادنی باشه اجرا شدنی است. ما همه تخم مرغ هایمون را در سبد برجام نمیذاریم، یعنی هنوز یه بخشی وجود داره که بتونیم بریم اونجا زجمونه کنیم، التماس کنیم، بگیم حالا بیا اون امضا کن. در بخشی از مصاحبه واشنگتن رو دچار سردرگمی در مسائل توافق هسته‌ای دانست و گفته امروز مدام امروز و فردا میکنم، ولی ما کاملا آماده ایم. ما بر سر معرفی یک نماینده توافق کردیم، اونها یکی از مقامات انگلیسی رو معرفی کردن. ما توافق ماه مارس رو به روز کردیم، آماده تبادلیم. طرف آمریکا باید مجموعه ای از اقدامات فنی رو انجام بده و ما منتظر نتیجه این اقدام ها هستیم. جرأت داره آمریکا بیاد حرکت انجام بده تا همونجا بایدن رو پارش کنه. اما بریم چند تا خبر جالب با هم ببینیم و بشنویم. اول اینو با هم دیگه ببینیم. بهمن قبادی دیروز یه خبری بود، رفته رابرت ملی رو دیده. من نمیدونم کدوم روزنامه‌نگار مالکشی بوده که مال قدرتی سرعتی داشته میکشیده، مال نو هم خریده بود، اومد گفت در مورد موارد فرهنگی و غیره صحبت میکردن. یه مصاحبه انجام داده بهمن قبادی، گفت اصلا ربطی به فرهنگی اینا نداشت، اصلا اون صحبت فرهنگی اونجا نبوده، توی ساختمان دیگه بوده با یکی دیگه، اصلا رابرت مالی اونجا نبوده. یکی از چند تا نکته خیلی قشنگ داره، یکی از نکات قشنگش اینه که رابط مالی قشنگ میدونه که مردم اینو ازش متنفرن. این یه چند دقیقه رو ببینیم با هم، خیلی مطمئنم ششتون حال میاد.
این در مورد آقای مالی اصلا این خبری هم که او در مورد فرهنگ و هنر و اینا نه اینقدر واقعا صحبت نشد. من رفتم فقط گله من بودم و به همکاران گفتم که نمیخواستم تو چیز لیست قرار رو اینا باشه، ولی باید حرفی زده میشد، چون آنچه که ما میشنویم یه جور بالانس اون مبارزاتی داخل اینا رو انگار به هم میزد. مردم ما رو ناامید میکرد. انرژی مردم من برای کامنت هایی بود که برای حرفای به نظر من نادقیق ایشون بود و یا یک دوتا از همکاراشون. گفت که اولین کسی بودی که اومدی مستقیم به من گفتی. همکاراشون یک دو تا همکاراش بود دم آسانسور گفت خوشحالیم که اینا رو مستقیم کسی میاد بهشون میگه. گفتم منم خوشحالم، امیدوارم تاثیر داشته باشه، مثلا بیرون از خودش توی رسانه‌ها یا جایی گفته میشه. اینکه من گفتم من راشب خواهی کاری الان ندارم، بس فرنگونه رو با شما نداشتن چون قراری دیگه ای داشتیم. روز قبل‌تر اون بحثا رو با دوستان تو کاخ سفید کرده بودیم که در مورد چه ویدئو دادم، بخشش بس پولای بلوکه شده بود که برگرده به جان باختگان صدمه دیدگان، و اون بحث اصلیمون که فرهنگ هنر بود با یه تیم دیگه و دوستان دیگه. نمیدونم میتونم حتی اشاره بکنم که در مورد صحبت هایشون، با اینکه وقتی تو میری توی قرار اونجا اون موبایل ها همه چیز اونجاست، ولی این اجازه رو به خودم میدم که بگم که میدونست که مردم ایران دوستش ندارن، با حرفاش مخالفن. اینو خوب میده. گفتم شما پس نگید، اصلا نگید ما از ایران عبور میکنیم و نمیکنیم. شما چی کار دارید؟ گفت بله فکر میکرد یاداش می. گفتم من از نگاه فیلم من سیاسی نیستم، من یک حس سیاسی دارم، اوضاع سرزمینم یه آشوبی هست، اون آشوبم توی کار من و زندگی من اومده. منم اون آدمی که بقالیشو داره، اون رانده تاکسی که کار معمولیشو میکرد، همه درگیر این مسائل شدیم. من اومدم به شما اینو بگم و آخرین زوری که شاید میتونم بزنم و برگردم برم دنبال فیلم سازیم. این اوضاع رو باید ما ترمیمش بدیم و این وظیفه مردم ایرانه. شما نمیتونید مثل بعضی از دوستانی که هستن وسط بازی رو باید گذاشت کنار. یه جور برای ما واژه وسط بازیشو بهشون گفتم. مستقیم لبخند میزد، میدونستم حس کردم خیلی زیر فشارم هست. فکر میکنم در اون قدرتی که یه آدم باشه، من صادقانه بگم اینجا ندیدم که خیلی پاهاش محکم باشه در جایی که الان هست. یه ذره این ناامنیتی رو ناامنی رو در ریاکشن هایشون دیدم. امریکا نمیتونه مثلا خودشو بکشه چلو به عنوان این که اصلا مسئلهی داره یا نه. گفتم پس هیچی نگی، بذارید مردم از جمهوری اسلامی گذر کنن، این کشور مال ایرانه و فقط مردم ایران صاحب اینجا. گفتم شما با صاحب اصلیش حرف نمیزنی. گفتم صاحب خونه منم، یکی اومده اسمم مستجر نیست، به زورم خونه رو گرفته، شما دارید با مستجر، سند پیش منه، مدرک پیش منه. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. آقا من صابخونم خیلی قشنگ، یعنی این تیکه آخرش به نظر من 50 تا تحلیل سیاسی و غیره یه سری آدمای دست و رو نشسته که توی شبکه‌های مختلف نمیشنن حرف میزنن تحلیل میکنن میارزید. یک دو تا خبر خیلی باحال دیگه بگم که شادی مضاعف یار محمد رضا ببخشید محمد شریفی مقدم درویش گنابادی، ایشون هم خوشبختانه فعال دانشجویی بوده در دانشگاه صنعتی شریف، بعد از 5 سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی خوشبختانه آزاد شد از زندان اوین. و این تصویری که برای شما میذارم تصویر بسیار احساسی که من امروز باهاش زندگی کردم. همسرشون فائزه عبدی‌پور نوشتن وعده دیدارمون شد گلستان هفتم، همون جایی که آخرین بار 5 سال پیش با هم خدافظی کردیم. 1000 حرف نگفته داریم با هم، 1000 راه نرفته، نمیدونم چقدر زمان داریم، ولی میدونم الان یه آخش گفتم. آخش کامل وقت اومدن کسراس، وقت اومدن مصطفی، آخش اصلی وقت پیروزی. چه تصویر زیبایی بعد از 5 سال بدون حجاب اجباری، خیابون گلستان هفتم و دم رفیقاشون هم گرم که اینجوری وایستادن عقب جلو نرفتن و گذاشتن که اینا بعد از 5 سال با هم خلوت کنن و این تصویر زیبای واقعی رو گرفتن که قلب همه ما رو به شادی و شعف میاره. این تصاویری که واقعا جای خالیش در تمام کوچه های شهرمون هست، تصاویری که
باید در همه جای شهر دیده بشه، شهر پر از بوسه های بی هوا باشه، پر از آغوش های زیبا باشه، پر از این مهربانی ها باشه، نه اینکه زن رو توی کارتون یخچال یا توی گونی بخوان بکشن و این ور اون ور ببرن. باید بتونن یک زن و مرد عاشق، دوتا دوست با هم دیگه بتونن به راحتی همونطوری که در همه جای دنیا با هم هم قدم هستن هم قدم بشن. امیدواریم که این روزهای خوب هر چه زودتر برسه و تا میتونیم از این تصاویر زیبا در خیابون‌های شهرمون ببینیم. به عنوان خبر آخر، فرهاد میثمی هم با پایان دوره محکومیتش آزاد شد. فرهاد میثمی پزشک، مترجم، فعال مدنی با سپری شدن دوران محکومیت از زندان آزاد شده. 4 سال قبل به زندان افتاد، بدون یک روز مرخصی در حبس بود. برای تحقق 3 مطالبه، توقف اعدام معترضان، آزادی 6 زندانی سیاسی و پایان سرکوب مخالفان حجاب اجباری از خوردن غذاهای جامد امتناع میکرد. 1 هفته قبل تصویر چهره و جسم تحلیل رفته فرهاد میثمی در اوین افکار عمومی را تکون داد و بالاخره مجبور شدند آزادش کنند. مبارک خانوادش باشه، مبارک مردم ایران باشه و امیدواریم روزی برسه که هیچ کس به خاطر داشتن اندیشه متفاوت در زندان نباشه. ممنونم که اخبار 24 ساعت گذشته رو با من فرهاد متقی دنبال کردید. لطف میکنید اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید. ممنونم میشم اگر اخبار رو لایک بزنید و در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید. ترجستید خوب و خوش و سلامت باشید. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.